شهارون. اعتماد به خدا در طوفان با گذشت سالها آموختم که اعتماد کردن به خدا برای حل کردن مسئله که خدا چیزی یا کسی را در زندگیتان تغییر دهد متفاوت است از اینکه در طول مسئله اعتماد خود را به خداوند به طور کامل حفظ کنیم من از اشعیا 43 دو تا سه آرامش زیادی میگیرم میگوید چون از آبها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله اش تو را نخواهد سوزانید زیرا من یهوه خدای تو هستم وقتی روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانید بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که خدا در کنار شماست و می توانید به او اعتماد کنید تا به شما کمک کند تا از پس آن برایید. به عنوان مثال زمانی که توجیهی برای شرایط به وجود آمده پیدا نمی کنید یا زندگی منصفانه به نظر نمی رسد ممکن است ماندن در ایمان دشوار باشد. این امر به خصوص زمانی دشوار است که احساس می کنید شما کاری را که باید انجام می دهید اما نتیجه درستی نمی گیرید. یا در مورد این یکی چطور؟ کسی را می بینید که کار درست را انجام نمیدهد اما ظاهرا نتیجه بهتری از شما می گیرد مواقعی در زندگی ما وجود خواهد داشت که به نظر می رسد همه چیز در حال تزلزل است و هیچ احساس امنیتی نمی کنید و تنها پاسخ واقعی این است که به خدا اعتماد کنیم و اعتمادمان را به او حفظ کنیم من همچنین از تجربه آموختم که خداوند از این زمانها به نفع ما استفاده خواهد کرد زمانی که زندگی ناپایدار باشد او از شرایط ما استفاده خواهد کرد تا به ما کمک کند تا به او نزدیکتر شویم و محکم به صخره نجات خود عیسی مسیح که جنبش ناپذیر است بچسبیم مزمور 62 دو،, دو و شش را ببینید رشد در طول دوران دشوار این ممکن است خندهدار به نظر برسد اما من به نقطه‌ای رسیدم که معتقدم آزمایشات و مشکلات می توانند از بهترین دوستان ما باشند چرا زیرا خداوند از آنها برای تعلیم، تربیت و کمک به ما استفاده می کند تا به گونه‌ای رشد کنیم که به تنهایی نمی توانیم در واقع یعقوب باب یک دو تا سه به ما میگوید ای برادران من هر گاه با آزمایش های گوناگون روبرو میشوید آن را کمال شادی بینگارید زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار می آورد. آزمایش ها و رنج ها از خدا سرچشمه نمیگیرند، اما او از آنها استفاده می کند تا ما را قوی تر کند و به ما کمک کند تا از زندگی آرامتر، پایدارتر و رضایت بخشی برخوردار شویم. دوران سخت زندگی باعث می شود که به فردی تبدیل شویم که می خواهیم. هنگامی که با موقعیتی روبرو می شویم که بیش از تحمل ماست، آن موقعیت به ما کمک می کند تا به او وابسته شویم زیرا می دانیم که نمی توانیم همه مشکلات خود را حل کنیم. خداوند از ما میخواهد که برای دریافت قوت نزد او بیاییم و به نقطه برسیم که بتوانیم حتی زمانی که با آزمایش های زندگی روبرو می شویم پایدار بمانیم. او می خواهد که ما در او شادی و رضایت داشته باشیم حتی زمانی که شرایط ما کامل و بینقص نیست. نه باب هشت آیه ده را ببینید. درست مانند الماس ها که تحت فشار زیاد شکل می گیرند. خداوند اغلب از مشکلات زندگی ما استفاده می کند تا ما را فروتن کند. شخصیت ما را پرورش دهد، ما را به شباهت خود تبدیل کند و ما را برای چیزهای نیکویی که برای آینده ما دارد آماده کند. آزمون ها به ما کمک می کنند تا اعتماد کنیم. آزادی فوقلادهی در اعتماد به خدا وجود دارد. وقتی چیزی مطابق با میل ما پیش نمی رود، به جای اینکه ناراحت یا آزرده شویم، می توانیم اعتماد کنیم که او برنامه دارد که بهتر از ماست و او در نهایت وضعیت را به خیریت ما به سرانجام خواهد رسانید. رومیان باب هشت آیه 28 را ببینید. ما باید این را درک کنیم زیرا گاهی اوقات وقتی مشکل داریم ممکن است از خدا یا حتی از سایر افرادی که مورد برکت قرار می گیرند آزرده شویم. ما می نگرش خودپسندانه داشته باشیم که می گوید خب من مسیح بهتری از او هستم من مستحق این نعمت ها هستم. برای مثال شاید شما می خواهید در محل کارتان ترفی کسب کنید اما شخص دیگری آن را دریافت می کند. باید چه کار کنید؟ می توانید آزرد خاطر و خود بر حقبین شوید و واقعا از نظر روحانی به خودتان صدمه بزنید یا می توانید به خدا اعتماد کنید و بگویید خداوندا اگر این همان جایگاهی است که تو می خواهی من اکنون در آن باشم پس من با لبخندی بر صورتم به رئیسم خدمت می کنم و من می دانم که اگر بخواهیم مرا در جای دیگری بگذاری می توانی آن را در بندی کامل خود انجام دهی. من آموختم که خدا از ما باهوشتر است. گاهی اوقات او آنچه را که می خواهیم به ما نمی دهد زیرا او هدفی متفاوت در ذهن دارد. چیزی بهتر از آنچه ما می توانستیم تصور کنیم. به عنوان مثال بارها خداوند به من اجازه داده است که از راه سخت عبور کنم گاهی اوقات بسیار دشوار بوده است به خصوص زمانی که من مشاهده کردم که افراد دیگر در همان زمینه ها سریعتر پیشرفت می کنند اما وقتی خدا به من اجازه می دهد که در این مسیر قدم بردارم او میخواهد که تجربه کنم و بفهمم که مردم در حال گذرش چه هستند تا بتوانم با درد آنها ارتباط برقرار کنم و به آنها کمک کنم تا با موفقیت از آن عبور کنند. اگر زمانهای سخت در شرایط زندگی من نبود، شرایطی که خداوند به من کمک کرد روش کنم و تغییابم، مطمئنم نمی توانستم در این مقیاس به افراد کمک کنم. خدا هرگز به ما وعده زندگی بدون دردسر را نداده است، اما او وعده می دهد که هرگز ما را ترک نکرده یا رها نخواهد کرد. ابرانیان 13.5 را ببینید. در زمانهای سخت می توانیم با دانستن اینکه او ما را فوق دوست دارد و از قبل برنامه برای کمک به ما دارد در آرامش باشیم. خدا در طی مسیر همراه شماست. می خواهم شما را تشویق کنم که تصمیمی راسخ بگیرید تا در تک تک بخش زندگیتان به خدا اعتماد کنید. وقتی های زندگی به شما ضربه میزنند یا چیزهایی را تجربه می کنید که درک نمی کنید، آن موقع است که باید انتخاب کنید که به او اعتماد کنید. مهم نیست که چه فکر یا احساسی دارید و مهم نیست که شرایط شما چگونه به نظر می رسد. و همانطور که در میان همه چیز به خدا اعتماد می کنید، او چیزی پایدار به شما می دهد. او به میزان بیشتری از خودش به شما خواهد داد، آیا امروز با چیز سختی روبرو هستید؟ آیا با آزمونی مواجه هستید که به نظر بر شما غلبه خواهد کرد؟ اگر چنین است، شما را تشویق می کنم که همین الان یک لحظه وقت بگذارید و دعا کنید. پروردگارا، من از تو سپاس گذارم که همیشه با من هستی. در اوقات خوب و همچنین در مواقعی که زندگی سخت می شود، لطفا کمکم کن تا زمانی که زندگی را درک نمی کنم به تو نزدیک تر شوم. من به تو اعتماد دارم و می دانم که همه چیز را برای خیریت من به کار خواهی گرفت. در نام عیسی دعا می کنم. آمین. به یاد داشته باشید آنچه اکنون از سر می گذرانید تا ابد باقی نخواهد ماند. وقتی که دوران سختی را می گذرانم دوست دارم به خودم یادآوری کنم این نیز بگذرد. در این میان می توانید انتخاب کنید که به خدا اعتماد کنید و به او اجازه دهید که در میان آنچه در حال گذراندن آن هستید به شما شادی بدهد. همچنین خوب است که در کلام خدا بمانید و خود را با آیاتی مانند اشعیا باب 41 آیه 10 تشویق کنید. خدا میگوید پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم و حراسان مباش زیرا من خدای تو هستم تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و به دست راست عدالت خیش از تو حمایت خواهم نمود شما را تشویق می کنم که در هر شرایطی که ممکن است همکنون در حال عبور از آن باشید، مقاوم بیستید و تسلیم نشوید. تصمیم بگیرید که نگرش خوب را انتخاب کرده و اعتماد خود را بر خداوند محکم حفظ نمایید. زیرا عیسی در میان هر طوفان با شماست و شما قویتر از قبل از طوفان بیرون خواهید آمد.